ستاره محبوب رپ اسموت داگ متهم به قتل شد. در 23 آگوست 1993 کالوین برادوس، مشهور به اسنوپ داگ، ستاره در حال ظهور، موقعی که داشت توی خونش توی لس آنجلس استراحت میکرد از بیرون سر و صدایی شنید. کالوین دستیارش رو میفرسته بیرون که ببینه چه خبره. مک کنلی که دستیار کالوین برادوس بود میره بیرون و میبینه که شان آبرامز، یکی از دوستای برادوس، داره با یه اکیپ خیابانی دعوا میکنه و همون موقع سعی میکنه که اوضاع رو آروم بکنه و شرایط رو آروم تر بکنه که برادوس متوجه میشه که یکی از اون اعضای باند خیابانی رو میشناسه. اون یه پسر 20 ساله ایتیوپیایی بوده که قبلاً برای برادوس یه ویدیو فرستاده بوده که توی اون ویدیو برادوس رو با اسلحه تهدید می‌کرده. همون روز برادوس با محافظش و دوستش میرن دوباره توی همون پارک و بعد از اینکه یه گشتی توی اون پارک میزنن دوباره همون شخص ایتیوپیایی رو میبینن که اسمش هست ویلد ماریان. و از اینجا به بعدش اتفاقی که میفته اینی که بدون شک محافظ برادوس شلیک میکنه به ویلد ماریان و بعد از این پلیس جسد ویلد ماریان رو تو همون نزدیکی پیدا میکنه و این سه نفر متهم شده بودن به قتل عمد و همون موقع بود که هر سه شون ناپدید شدن. در حالی که وکیل برادوس داشت برای شرایط تسلیم و وثیقه تلاش میکرد، همون موقع تو یکی از مراسم‌های برگزاری جوایز موسیقی برادوس رفته بود روی سن و داشت بیگناهیشو برای تمام تماشاچیای حاضر توی اون مراسم فریاد میزد و بعد از همون شب خودش رو تسلیم کرد. اینقدر زمانی اتفاق افتاد که اسنوپ داگ، یعنی همون برادوس، داشت به مشهورترین ستاره رپ تبدیل می شد و همون موقع هم یه آلبوم منتشر کرد و توی اون آلبوم یکی از آهنگاش 5 میلیون فروخت و همون موقع بود که یه سری از منتقدا اومدن گفتن که اون داره خشونت رو خیلی بیشتر رواج میده و داره کاری میکنه که طرفداراش هم این سبک زندگی رو دوست داشته باشن و کلن داره خشونت رو خیلی به مردم آموزش میده. و همون موقع یه سری از همکاراش و یه سری از کسایی که داشتن موسیقی کار میکردن اومدن گفتن که اون دقیقاً داره شرایط شهر رو منعکس میکنه، شرایط آشوب شهر داره منعکس میکنه و اصلاً تبلیغ خشونت نیست. در زمان کشته شدن ویلد ماریان، برادوس شدیداً متمرکز روی موسیقی خودش بود. درسته که اون قبلاً به خاطر فروش کراک به زندان رفته بود و متهم بود، ولی یکی از تئوری‌های پلیس این بود که ویلد ماریان تازه کار بوده و یکی از اعضای باندهای کراک هم بوده و میگه که ممکنه که اصلا تمام کارهایی که ویلد ماریان می‌کرده به تقلید از هنر اسنوپ داگ بوده باشه و این در واقع تم گانگستری که به خودش میگرفته رو اصلا از این شخص یاد گرفته بوده، چون همیشه تو حالتی بوده که میخواسته خودشو به این آدم نشون بده و بگه که من هم میتونم توی این سبک، توی باندهای خیابانی و کارهای خشونت آمیز میتونم برتری داشته باشم، در صورتی که تمام چیزهایی که اسنوپ داگ داشته توی آهنگاش نمایش میداده صرفا فقط یک نمایش بوده از اتفاقاتی که توی شهر میفته، نه یک آموزش برای کسایی که بخوان ازش تقلید بکنه. تو 27 نوامبر 1995 دادگاه تشکیل شد و همون اول فوکوس کردن روی
پلیس لس آنجلس، چون میگفتن همون موقع که این اتفاق افتاده و به ولد ماریام شلیک شده، لباس‌های خونی و تمام مستنداتی که در واقع مشخص می‌کرد که این قتل اتفاق افتاده از جمله گلوله، همه به یک باره ناپدید شدن و همون موقع میگفتن که حتما پلیس لس آنجلس در واقع یا رشوه‌ای گرفته یا یه همکاری کرده با اسنوپ داگ و تمام اون مستندات رو از بین برده. پلیس علارغم پذیرش اشتباهاتش توی دادگاه میگفتش که دلیل اصلی شلیک دوست برادوس به ولد ماریام به خاطر این بوده که قبلن یه فیلمی رو برای برادوس فرستاده بوده ولد ماریام و تهدیدش کرده بوده و به همین علت بوده که از پشت به ولد ماریام شلیک شده. مشکلات دادستانی فقط به مفقود شدن شواهد تموم نمی شد و وکیل برادوس می گفته که اون موقعی که لی داشته شلیک می کرده فقط به خاطر دفاع از خودش بوده و ولد ماریام همون موقع داشته از جیبش یه اسلحه در می آورده و محافظ برادوس به خاطر اینکه آسیب نبینن برای دفاع از خودش اسلحه‌شو درآورده و شلیک کرده و همون موقع دو تا از اعضای همون تیم ولد ماریام اولش میگفتن که نه، این فقط یه قتل مظلومانه بوده، این شکلی بوده که اصلا هیچ اسلحه‌ای ولد ماریام نداشته، ولی بعدش داستان رو کاملا عوض میکنن و اعتراف میکنن که همون موقع ولد ماریام یه اسلحه داشته و توی کمرش قایم کرده بوده و همون موقع وکیل برادوس از این فرصت استفاده میکنه تا پرونده رو به نفع خودش برگردونه و تمام شواهدی که اونا داده بودن رو در واقع به یه شکلی بدون اعتبار نشون بده. وکیل برادوس یعنی همون اسنوپ داگ موفق میشه که همون موقع این تفکر رو به دادستانی بده که اصلا ولد ماریام یه آدم کاملا غیر منطقی بوده و خیلی به این اخلاق شهرت داشته و این قتل هیچ ربطی به برادوس نداشته و همون موقع دادستانی تمام حرفای اون رو به مسخره میگیرن و میخوان که همون لحظه‌ای که شلیک شده رو توسط یک پزشک بررسی کنن و بعد از بررسی میگن که اون به صورت مظلومانه‌ای بهش شلیک شده به خاطر اینکه از پشت به باسن شلیک شده و این نشون دهنده اینه که اون هیچ دفاعی از خودش نمی‌کرده و شلیک صورت گرفته و به صورت ناگهانی بهش شلیک شده و در نهایت مشخص میشه که شلیک از روبرو بوده ولی چون از بدنش رد شده بوده و گلوله از بدن خارج شده بوده یه جوری نشون داده میشده که انگار از پشت بهش شلیک شده. در 20 فوریه 1996 بالاخره دادگاه بیگناهی برادوس و لی رو صادر میکنه و در واقع اونا از اتهامشون تبرئه میشن بعد از چند روز و مشخص میشه که میتونن دیگه به زندگی عادیشون ادامه بدن و برادوس از اینکه میتونه دوباره تمرکزش رو بذاره روی موسیقی خودش و کار بکنه خیلی خوشحال میشه و این در حالی بود که توی دادگاه همه طرفداراش جمع شده بودن و وقتی حکم بیگناهیش میاد همه تشویق میکنن که اون لحظه باعث میشه که دادستان بخواد که همه رو بیرون کنه از توی دادگاه، دادستان همه رو از توی اون دادگاه بیرون کنه. اما هنوز مسائل حقوقی تموم نشده بود و خانواده ولد ماریام یه شکایت 25 میلیون دلاری برای در واقع مرگ بچه‌شون تنظیم کرده بودن که مشخص میشه بعد از 3 سال این قضیه بیرون از دادگاه حل و فصل میشه. خیلی همون شنیدیم راجع به اتفاقاتی که برای رپرهای آمریکایی افتاده و در واقع خیلی ها میگن که اصلا اینا مواد فروشن، خلافکارن،
و کارهای بدی رو انجام میدن، ولی به نظر من کلن هنر و شخصیت یه آدم دوتا چیز جدا از همه و نمیشه این دوتا رو با هم یکی کرد. و من فکر میکنم که اینکه آدما بخوان یه نفر الگوی خودشون قرار بدن و فوکوس کنن رو تمام بخشای زندگی اون آدم و بخوان تماما شبیه یه نفر باشن، حتی در نهایت به موفقیت هم نمیرسن، چون هیچ آدمی ورژن دومش به موفقیت نرسیده و همیشه اینکه آدم خود واقعیش باشه، ورژن خود واقعیش باشه، میتونه به موفقیت برسه. آخرش نصیحتی شد، دوست داشتم باهاتون حرف بزنم. اگه از این سبک داستانا خوشتون اومد، در واقع از این سبک پرونده ها خوشتون اومد، حتما بگین. و اینم یادتون نره که اینجور اتفاقا ممکنه برای هر کسی بیفته و نباید جنبه بندیم و بگیم که چون آدم هنرمندیه رفته این کار رو انجام داده، در واقع از شهرتش استفاده کرده یا هر چیز دیگه ای. دیگه همین دیگه، دوستتون دارم، امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. تا یه ویدیوی دیگه، لایک و کامنت و ساب یادتون نره، من همه کامنتاتون رو میخونم. تا یه برنامه دیگه، خدافظ.